این فکر نکن. این فیض خدا بود که ما رو نجات داد، این فیض خدا بود که رسول رو نجات داد. پس بنابراین خود عیسی مسیح درست بعد از نجات ما رو تشویق میکنه و به ما کمک میکنه به توسط روح القدس که ما تقدیس بشیم و در مسیر تبرک تازه قرار بگیریم. اما عیسی مسیح فکرش این نبود اول رسول رو عوض کنه و بعد بگه رسول دیگه وارد ملکوت خدا بشه. فکرت این نباشه همسر تو عوض کنی، بچه تو عوض کنی. نمیتونی، سعی بی خودی نکن. یه روز یا خودت خسته میشی یا اون خسته میشه، ولت میکنه، رهات میکنه. ما نمیتونیم همدیگه رو عوض کنیم. ما میتونیم در این مسیر با عشق و محبت همدیگه رو یاری کنیم تا تو اون جایگاه درستی که هستیم قرار بگیریم. دختر جوانی برای تفریح وقتی میره به یه روستایی، پسری رو میبینه که چقدر قد بلند و خوشتی پر از عضله، خوشش میاد، یه رابطه ایجاد میشه، یه ازدواج میکنه. وقتی با هم ازدواج میکنن، دختر برای اینکه بتونه در حال توی شهر زندگی میکرده و بتونه اینو توی دوست و فامیل و خانواده و محل کار ببره، شروع میکنه برای این کلاسای رو گرفتن، کلاس نوع برخورد صحبت و کلاس موزیک و کلاسی میذاره براش که خیلی سیگار میکشیده، سیگار رو میذاره کنار، مشروب زیاد میخوره، مشروب رو بذاره کنار و طوری میشه و دانشگاه میفرستتش، درس میخونه و از یه مدتی پسر رو میکنه به دختره، میگه میخوام ازت طلاق بگیرم. میگه برای چی؟ این همه برای زحمت کشیدم. میگه هر چی فکر میکنم تو در شأن من نیستی. کسی رو عوض نکنید لطفا. کسی رو عوض نکنید. قصد عوض کردن کسی نم. این محبت نیست عزیزان. همینطوری همدیگه رو دوست داشته باشیم و همدیگه رو یاری کنیم. نکته پنجم، مشکلات و اختلافات رو نزد کسی نمیبرد. یعنی غیبت نمیکنه. همسر خدا رو شکر ما الان در عصری هستیم که حقیقتا این آگاهی به جوانان ما داده میشه. حالا چه مشاورین هستن اگر ایمان دارن در کلیسا که حتی مشکلات رو پیش والدین نبرید لطفا. والدین نمیتونن مشاورین خوبی باشن برای شما بعد از ازدواج. این کارو نکنید. کلام خدا میگه زن و مرد والدین رو از نظر اینکه شما دیگه میخواید از اونا کمک بگیرید برای نوع زندگیتون میگه ترک کنید، نه که بی احترام میکنید. مشاور خانواده دارید، با مشاور خانواده ایماندار هستی، شبانت هستش. شبانت شاید این تخصص رو نداره، اون یه نفر یه کشه دیگر رو معرفی میکنه، چهار تا کتاب بهت معرفی میکنه، از اون مشورت بگیر. چون اینها غیبت میشه و احساسات والدین میاد و بیشتر از اونی که فکر میکردی اختلاف توی خانواده پیش خواهد آمد. والدین تو خوب هستن، دوستشون داشته باشید، خواهر و برادر خوب هستن، اما با مشاورین باید صحبت کرد. بهترین مشاور من کیه؟ مسیحه. باور کنید بهترین مشاور من مسیحه. اما من خودم از یک شبان دیگه همیشه کمک گرفتم و کمک میگیرم برای امور زندگی و خانواده خود.